سلامی، چوبوی خوش آشنایی، به جشن ما خوش آمدید. من آترین حشمتی‌فر، کلاس سوم فارسی و مجری این برنامه. مهمانان عزیز، ما دانش آموزان آموزشگاه زبان پارسی به سوی آینده امروز به دلیل پایان تعطیلات تابستانی اینجا هستیم تا با برنامه های ادبی و فرهنگی خود خاطره ای دلپذیر در ذهنتان ثبت کنیم. در آغاز از خانم ژندی آموزگارم و مدیر آموزشگاه دعوت میکنم که برای ما صحبت کند. با درود و خیر مقدم خدمت مهمانان عزیز و سپاس از حمایت بی نظیرتون در خصوص برپایی جشن، خواستم خدمتون عرض کنم بسیار خاطره شیرین و دلپذیری برای من و همکارانم بود که در این تابستان زیبای ونکوور در کنار فرزندان مهربون و خوش اخلاقمون یه خاطره بی نظیر داشتیم. ما برنامه‌های پربار هنری، ادبی، فرهنگی داشتیم و در کنارش هم برنامه‌های ورزشی یوگا و غیره. خیلی خوشحال هستیم که بچه‌های ما امروز ثمره این کار دو ماهه رو به روی صحنه میارن با نمایش زیبا و تأثیرگذار خروس‌زری پیرنپری. در اینجا لازم میدونم از همکاران خوبم که در این مسیر ما رو حمایت کردن سپاسگزاری کنم. اجازه بفرمایید در وهله اول از خانم کاترین بت‌ایوازی مدیر بخش هنری آموزشگاه خواهش کنم در خصوص بخش نمایش ما صحبت‌هایی داشته باشن. مرسی. با عرض سلام و صبح بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمت بچه‌ها بودم این مدت. خیلی هم چیز ازشون یاد گرفتم، همین که خیلی با همدیگه تمرینای خوبی داشتیم. ما تو بخش هنری خیلی کارهای مختلفی انجام دادیم، از جمله ماسک سازی، نقاشی، کار با خمیر، کار با انواع اقسام رنگ‌ها، نمایش، و بچه‌ها خیلی خوب همکاری کردن و واقعا لذت بخش بود کار کردن با تک تکشون. همه ما، هم من، افسانه جون، مریم جون، خیلی لذت بردیم از این کمپ، با اینکه دورش خیلی کوتاه بود ولی واقعا برامون دلچسب و دلنشین بود. برای بخش نمایشمون ما داستان خروس‌زری پیرنپری رو انتخاب کردیم، یکی به دلیل اینکه خواستیم یادی کنیم از آقای احمد شاملو که نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس و روزنامه نگار خیلی شهیری هستن، تو ادبیات فارسی خیلی نقش مهمی داشتن و ما فکر کردیم که یکی از داستانهای فاخر ایرانی رو استفاده کنیم برای نمایشمون و بچه‌ها خیلی هم استقبال کردن و خوششون اومد. بعضیاشون اصلا آشنایی داشتن با داستان خروس‌زری پیرنپری و خیلی خوب کمک کردن، شعرها و متنها رو خیلی خوب حفظ کردن. حالا امیدوارم که از اجرای نمایش بچه‌ها لذت ببرین. تا آخر نمایش در خدمتتون هستم دوباره. با تشکر فراوان در این قسمت از برنامه توجه شما را به نمایش خروس‌زری پیرهنپری جلب میکنم. یکی بود یکی نبود، توی یک جنگل دور چهار تا دوست مهربون با هم توی خونه چوبی زندگی میکردن. یکیشون پیشی ناز مهربون، صبح که از خواب بیدار میشد خودشو لیس میزد و دست و صورتشو میشست، با دوستای دیگرش صبح بخیر میگفت و صبحونه میخورد. دومی خرگوش باهوش و زرنگ، از خواب که بیدار میشد واسه دوستای خوبش از جنگل خبر میآورد، دستاشو و صورتشو توی برکه میشست و با دوستای دیگرش صابونه میخوردن. سومی کلاغ باهوش و زرنگ، حواسش بود به همه چی، از خواب که بیدار میشد بالبال زنون از اتاقش میومد بیرون و صبح بخیر میگفت و میشه سر میز که صابونه بخوره. چهارمی که اون ستا عاشقش بودن، دوستش داشتن، یه خروس توپل رنگی رنگی بود، خیلی مهربون، پراش رنگ و رنگ، طلایی، قرمز، خیلی قشنگ. وقتی که صبح میشد و میخواست دوستاشو بیدار کنه واسه شون شعر میخون، شعر صبح بخیر همه رو بیدار میکرد، میخون: گوگری گوگو سهر شد، سیاهی در به در شد، فرشته ها دویدن، ستاره ها رو چیدن،
خورشید خانوم در اومد، با یک سبز در اومد. تا شب نشد خوشان، بچه ها بیاین تماشان. توی جنگل ما یه نفر دیگه هم تازگی ها اومده بود، یه آلونک ساخته بود اونور رودخونه، یه آقا روباه باهوش و زرنگ که از خیلی وقت قبل ترا نقشه کشیده بود واسه خروس زری پیرنپری که بگیرتش و یه لقمه خامش بکنه. از صبح تا شب گیتار میزد، شعر میخوند، فکر میکرد، نقشه میکشید که چجوری میتونه خروس زری پیرنپری رو به چنگ بیاره. همیشه هم از دست پیشی و خرگوشه و ترقه ناراحت بود، میگفت اینا همش مزاحم منن. بعضی وقتا میخوند ترق سیاه مثل لجن، اگه تو بیفتی دیر من براک شامت میکنم، یه لقمه خامت میکنم، آتیش به جونت بزنه، به خونه اونت بزنه، با پیشی زشت بی حیا بلا به جون گرفته ها، نقطه رو رحمتم شدی، اسباب زحمتم شدی، حالا ببینی خط و نشون با همه دنگ و فنگتون. اگر نخورم خونس و من اسمم رو روباه نمیگم، اونو اگر در نبرم از همه تون تخمه ترم. بله، اینجوری بود که هر روز صبح وقتی صدای خروس زری و پیرنپری میشنید داغ دلش تازه میشد که ای داد من امروزم نتونستم این خروس زری رو بخورم. یه روز از روزا گذشت و تابستون تمام شد، نزدیک پاییز و فصل سرما شد. پیشی فکر کرد حالا باید برن از جنگل هیزم بیارن. خرگوشه از جنگل خبر آورده بود واسه پیشیه. به پیشی گفت دادا پیشی جون، دادا پیشی جون، خبر داری که خاله روباه و آقا روباه اومدن اون ور رودخونه آلونک درست کنن؟ نه خرگوشو، من هیچی خبری ندارم، شاید برای اینه که دومو نقشه کشیدن. بله همینه که گفتم. خیلی از این خبر ناراحت شدم، ولی به خروس زری چیزی نمیگی، میترسی؟ آره. بله اینطوری شد که دوستای خوب و مهربون تصمیم گرفتن از دوست توپل رنگی رنگیشون مواظبت کنن که مبادا آقا روباه دستش بهش برسه. یه روز پاییزی وقتی خرگوشه و پیشی و ترقه تصمیم گرفتن برن جنگل هیزم بیارن، پیشی به خروس زری پیرنپری گفت خروس زری جون، پیرنپری جون، ما داریم میریم برای زمستون هیزم جمع کنیم، اما تو تنها میمونی. خروس زری جواب داد نگران نباشین، من مواظب خودم هستم. خرگوش و پیشی و ترقه با هم بلند شدن که برن هیزم بیارن. پیشی مون تبرش رو برداشت، خرگوشه خودش رو آماده کرد که هیزم رو تو دستش بگیره، ترقه هم بال زنون دنبال دوستای مهربونش رفتن جنگل که هیزم بیارن. از اون طرف آقا روباهی که دیده بود اینا رفتن تو جنگل و دارن دور میشن، گفت الان بهترین موقع است. خروس زری پیرنپری تو خونش قایم شده بود. آقا روباهی وقتی دید که پیشی و خرگوشه و ترقه رفتن و دور شدن، سازشو برداشت و اومد دم پنجره خونه خروس زری، سازشو کوب کرد و شروع کرد به آواز خوندن. ای خروس سحری، چشنه خود سینه زری، پیرهن زر به برت بود پیش از این، تاج یاقوت به سرت بود پیش از این، شنیدم رنگ پرت رفته، ببینم پرتو، یاقوت تاج سرش ریخته، ببینم سرتو. اینجا که شد خروس زری پیرنپری دلش گرفت، چرا این حرفا رو راجع به من زدن، من که پرام طوری نشده. اومد پرده خونهشون رو زد کنار رو اومد به آقا روباه گفت خود چیه هست؟ یا خود بسنی خود چیه هست؟ هره یه رنگ اینا ها
کار آقا روباهی که دید خروس زری پیرنپری از خونه بیرونه، دستشو گرفت و با کشون کشون بردش. خروس زری هم همینطوری داشت داد میزد آی آی پیپی جان، ای امان آقا رو با برد منو. پیشی و خرگوش و ترقه که خیلی دور نشده بودن، تا صدای خروس رو شنیدن دویدن اومدن کمکش. بودو بودو اومدن، هیزماشون رو ریختن اومدن کمکت. پیشی پیشی دوید دور روباهه، خرگوش دوید، ترقه دوید. روباهه که سرش گیج رفته بود دست خروس زری رو ول کرد و فرار کرد و رفت. پیشی و خرگوش و ترقه خروس زری پیرنپری رو بردن خونه، نشوندنش پشت میز. یکی بهش آب داد، یکی بادش زد، یکی ماساژش داد، شونه‌هاشو مالید. بهش گفتن نترسی خروس زری، نگران نباش، ما اینجاییم. پیشی برگشت به خروس زری گفت دیدی من بهت گفتم حواستو جمع کن، گول روباه رو نخوری، اگه ما دور شده بودیم روباه تو رو برده بود و خورده بود. خلاصه اون روز گذشت. خیلی پیشی و خرگوش و ترقه ناراحت بودن از این ماجرا، اما گفتن اشکال نداره، به خروس زری پیرنپری حسابی سفارش میکنیم که دیگه این دفعه گول نخوره. فردا صبحش که میخواستن برن جنگل، پیشی به خروس زری پیرنپری گفت ما داریم با امروز باز میریم هیزم جمع کنیم، ولی تو تنها میریم، حواست باشه واسه اینکه روباه دومش درازه، پیرکی و حقه بازه، تا چشم به هم بذاری میبینی که پر نداری. آفرین. اینجوری شد که خروس زری پیرنپری گفت من حواسم جمع، دوستای خوشگلم نگران من نباشین، این دفعه دیگه گول روباها رو نمیخورم. خرگوشو پیشی و ترقه رفتن هیزم بیارن، خروس زری پیرنپری هم رفت تو خونه پردرم کشید، گفت این دفعه من گول نمیخورم. وقتی که آقا روباه مطمئن شد خرگوش و ترقه و پیشی از اونجا دور شدن، سازشو کوک کرد و دوباره اومد گفت شانسم رو امتحان میکنم. شروع کرد خوندن که ای خروس سحری، چشنه خود سینه زری، پیرهن زرب برت بود نذاشتم ببینم، تاج یاقوت به سرت بود نذاشتم ببینم. هیچ صدایی از خروس زری پیرنپری در نیومد که در نیومد. اینجا که رسید و خروس زری صداش در نیومد، آقا روباه فکر یه نقشه جدید بکشه، یه کوک سازشو عوض کرده، یه شعر دیگه خونه. دیروز زن مخمشالا بیدر مرغای محله رو خبر کرد، پاشید واسه شون چنگ و چینه، گفت زود بخوره خروس نبینه. وقتی که چراشو پرسیدم من، گفتش با خروس زری بدم من. این بود که خروس زری پیرنپری غم عالم نشست تو دلش، کلی قصه خورد که مگه من چی کار کردم که زن مشماشالو بیدرد با من بد شده. برای همین پرده رو زد کنار و اومد به آقا روباهه گفت برای که میشه، ولی باید در گوشت بگم. خروس زری هم که گفت میخواست بدونه چه اتفاقی افتاده، گفت باشه بیا این گوش من. گوشش رو آورد جلو که آقا روباهه جریان رو بگه. آقا روباهه دوباره گرفت و بردش دست بلقضا. پیشی ما تبرش رو یادش رفته بود بیاره، وقتی که داشتن برمیگشتن که تبرش رو برداره، دیدن آقا روباهه خروس زری رو داره میبره. دوباره دویدن دور خروس زری و روباهه تا خروس زری رو نجاتش بدن. خرگوش دوید، پیشی دوید، ترق دوید. اینجوری شد که آقا روباهه خروس زری رو ول کرد و رفت. خرگوش و پیشی و ترقه وقتی اومدن و خروس زری رو آوردن خونه، این دفعه باهاش کلی صحبت کردن. گفتن خروس زری جون، پیرن پری جون، حواست نبود، دوباره گول خوردی، اگر این بار گول بخوری ما چجوری تو رو نجات بدیم؟ بازم شانس آوردی من تا
معتبرم و یادم رفته بود. پیشیه گفت به خروس داری؟ دیگه خوب شد معتبرم و یادم رفت. برگردیم یگرنه خوراک روبای شده بودیم. خلاصه اینجوری شد که خروس داری پیرنپری کلی قصه خورد که چرا دوستاشو ناراحت کرده و ترسونده. بهشون قول داد که دیگه این دفعه اصلا گول نخوره. پیشی به خروس داری پیرنپری گفت که میخوان برن یه جنگل دورتر. بهش گفت ما امروز راهمون خیلی دورتره، اگر آقا رو بیاد توصیل کنی ما نمیشنویم. خروس داری هم گفت نگران نباشین، من مواظب خودم هستم. پیشی و خرگوش و ترقه وسایلشون رو جمع کردن، تبرشون رو برداشتن و راهی جنگلای دور دور شدن. این دفعه آقا روباهه خیلی باهوشتر عمل کرد، چک کرد، دقت کرد، دید وقتی اونا دور دور شدن اومد دوباره دم خونه خروس داری پیرنپری که براش آواز بخونه. دوباره اول از همه آواز ای خروس سحری چش نخورده سینه زری، پیرهن زر به برت بود پیش از این، تاج یاقوت به سرت بود پیش از این، شنیدم رنگ پرت رفته، ببینم پرتو یاقوت تاج سرت ریخته، ببینم سرتو. از خروس داری پیرنپری هیچ صدایی در نیومد. روباهه شعر دومو شروع کرد. دیروز زن مشمشالله بیدر مرغای محله را خبر کرد، پاشید واسه شون چنگ و چینه، گفت زود بخورین خروس نبینه. وقتی که چراشو پرسیدم من، گفتش با خروس داری بدم من. بازم خروس داری پیرنپری گول نخورد. آقا روبایی یه فکری کرد و شعرشو عوض کرد. ای خروس سحری چشن خود سینه زری، پیرهنت از پر زر، پر دنبت لاجور، خلعت زر به برت، تاج یاقوت به سرت، این دفعه پسته دارم، پسته سربسته دارم، فندق نشکسته دارم، انار بی هسته دارم، اگر خواستی ببینی چاکرتو درار از پنجره بیرون سرتو. همین شد که خروس داری پیرنپری که هوس پسته و فندق و انار بی هسته کرده بود سرشو از در آورد بیرون و آقا روباهه گرفت و بردش. هرچی گفت آی پیشی جان، آی فقان، ای ترقه جان، ای امان، آقا روباه خورد منو. فایده نداشت که نداشت، آقا روباه هم خروس داری پیرنپری برد و گذاشت تو خونهش. خودش هم نشست دم در مواظبت کنه که کسی به خروس داری پیرنپری دست نزنه تا دیگه سوپ خوشمزش رو بار بذاره و خروس داری رو بپزه بخوره. از اون طرف وقتی پیشی و خرگوش و ترقه برگشتن خونه، دیدن ایداد بیداد، خبری از خروس داری پیرنپری که نیست، هیچی، همه چی به هم ریخته و فهمیدن آقا روباهه کار خودشو کرده. نشستن دور میز و تصمیم گرفتن یه نقشه ای با هم بکشن. پیشی پیشنهاد داد که بریم دم خونه آقا روباهه، آقا روباهه رو گول بزنیم. خرگوشه گفت بیاین یه مثل خود آقا روباهه یه شعر درست کنیم، یه جمله بگیم، بکشیمش از خونش بیرون، خروس داری رو نجات بدیم. خلاصه ستایی با هم تصمیم گرفتن توی جنگل را بیفتن و بگن چی بگن؟ آی اهالی، آی اهالی جنگل، من دنبال یه چوپونم که برای نگهداری مرغ و خروسا، یه کسی که دمش درازه و پوزش باریکه. خلاصه تصمیم گرفتن برن این آگهی رو دم در خونه آقا رو با هم بگن. پیشی و خرگوش و ترقه ستایی با هم رفتم پشت خونه آقا روباهه، شروع کردن خوندن این آگهیه. آی اهالی، آی اهالی جنگل، ما دنبال یه چوپونی برای نگهداری خروسا، یه کسی که دمش درازه و پوزش باریکه. آقا روباهه وقتی شنید گفت با این که اصلا مشخصات منه،
گفت چقدر خوبه که برم، چقدر خوبه که برم خروس دری رو نشون بدم، بگم ببینید من اصلا این کارم، خروس نگه میدارم، میتونم هم مرغای شما هم نگهداری کنم. اینجوری شد که خروس دری رو از خونش در آورد و آورد که نشونه پیشی و خرگوش و ترقه بده. وقتی خروس دری رو از خونه آورد بیرون، پیشی و خرگوش و ترقه حمله کردن، دورش دویدن، یکی نوکش زد، یکی چنگش زد، خلاصه اینقدر دویدن دویدن تا خروس دری پیرنپری رو نجات دادن از دست آقا روباهه. اینجوری شد که نجات پیدا کرد خروس دری، اومد خونه با دوستای خوشگلش، نشستن پشت میز با هم دیگه چارتایی خوندن. روباه رو چزوندیم، دماغش رو سوزوندیم. از اون به بعدم خوش و خورم چارتایی با هم تو جنگل دور راحت و آسوده زندگی کردن. آقا روباه هم تصمیم گرفت از این به بعد گیاهخوار بشه دیگه، خروسدری نخورد. ای بچه ها، با سپاس از صبوری شما و حمایتتون از فرزندان عزیزم، از حضورتون اجازه میخوام شخصیت‌های این نمایش رو خدمتتون معرفی کنم. روباه عزیز، مهران شرکت، تشویق بفرمایید لطفا. خانم خرگوشی والا تهرانی، تشویق بفرمایید لطفا. خروس خوشگله بود که هی گول میخورد، تریا زرابی. پیشی مهربونه مونیک ترشیزی. کلاغ خوشگلمون خانم نورا معیری. دوستان، نورا جون شاگرد پیش دبستانی ما هستش، نیکی جون و پریا جون شاگردای کلاس اول فارسی ما هستن، والا جون شاگرد کلاس دوم فارسی ما، و آقای مهران شرکت شاگرد کلاس سوم فارسی ما. اجازه بفرمایید من دو نفر از دوستانی که در این زمینه کاملا همکاری کردن و این نمایش قشنگ رو مدیریت کردن بیشتر خدمتتون معرفی کنم. مریم عزیز، خواهش می‌کنم تشویق بفرمایید. بفرمایید اینجا. معلم بخش هنری، نقاشی و نمایش ما هستن. مریم جون، می‌خواستم برای عزیزان خودتون رو معرفی کنید. مریم هستم، مربی بچه های آموزش آینده، مربی هنر و خلاقیتشون. خودم فارغ التحصیل رشته گرافیک هستم، ولی به طور تخصصی هنر و خلاقیت در دنیای کودکان رو ادامه دادم. پیته روانشناسی رشد، روانشناسی تصویری، رشد تصویری بچه ها و خیلی آپشنایی که توی زمینه هنر و خلاقیت داریم باشون تو این آموزشگاه کار میکنیم و خیلی 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 برنامه های جذاب‌تری. و کنار بچه ها داریم کامل میشیم. من شخصا هر روز کنار بچه ها واقعا دارم آموزش میدیدم، غیر از اون چیزی که حالا باهاشون کار میکنیم و کار میکنیم. مرسی از همه حمایت هستیم. و کاترین عزیز، مدیر بخش هنری ما. کاترین جون بفرمایید برای ترم پاییز چه برنامه هایی ما داریم؟ بله، برای ترم پاییز، سلام عرض میکنم، ببخشید خیلی خوشبختم از آشناییتون دیدنتون. ما برای بخش پاییز بازم برنامه‌ای نمایش داریم. چه نمایشی رو تصمیممون؟ کدوی قلقلزن هستش. حالا باید ببینیم امکاناتمون برای ساخت ماکت‌ها به چه صورت خواهد بود، ولی احتمال 90% ما کدوی قلقلزن رو برای سعی می‌کنیم شب چله آماده کنیم که بچه ها بازی کنن. کارهای دیگه داریم، کلاس‌های نقاشی داریم، خلاقیت تصویری داریم، ماکت سازی داریم، مجسمه سازی داریم، ماسک سازی داریم، بچه‌ها عروسک سازی داریم، قصه گویی و عروسک سازی داریم که بچه‌ها با ادبیات فارسی کار می‌کنن و کلاً اصلا ادبیات داستانی رو آشنا میشن. در کنارش عروسک سازی هم یاد میگیرن که هر کدوم از شخصیت های داستان رو دوست داشته باشن میتونن درست کنن. دوستان، من توضیح بدم خدمتتون، به خاطر برنامه کرونا ما تصمیم گرفتیم کارگاه هامون فقط 3 نفره باشه و این برنامه نمایش کدو قلقلزن شنبه صبح 3 تا از بچه ها، شنبه بعد از ظهر 3 تا از بچه ها، دوباره یه شنبه صبح 3 تا از بچه ها. کار برای ما یه مقدار مشکل تر میشه، ولی با عشق این کارو میکنیم و بهتون قول میدیم با یه نمایش شاد دیگه در خدمتتون باشیم. مرسی از ما.
مهمانان عزیز، از شما دعوت میکنم که نمایشگاه ما را نگاه کنید. کاری که ما تو کمپ کردیم کار با خمیر مجسمه سازی بوده و آشنایی بچه‌ها با طبیعت که از برگی درخت‌ها استفاده شده روی خمیر گذاشتن به عنوان قالب استفاده کردن، بر اساس رنگی که تو طبیعت می‌دیدن اینا رو رنگ کردن. یکی از کارهای دیگه‌ای که ما توی کمپ تابستونی انجام دادیم کار با روزنامه و یه جور چسب مخصوص بوده که بهش پاپیه مشه میگن. بچه‌ها این ماسکا رو خودشون درست کردن که در اصل لایه‌های روزنامه است که رو هم دیگه چسبوندن و بعد رنگش کردن، ماسکای شخصیت‌های داستانیشون رو درست کردن. یه کار دیگه هم که روی کار هدیه پایان ترمشون بوده کار دکوپاژ یا همون چاپ، یه جور چاپ هست که بچه‌ها این جعبه‌ها رو رنگ کردن، کار چاپ دکوپاژ رو روش انجام دادن. مریم جون شما بفرمایید. یکی از کارهایی که بچه‌ها انجام دادن با هم طراحی و تصویرسازی این عروسک‌های کاغذی بود، روی مقواهای بزرگ خوابیدن، دورشون رو کشیدیم، اون رو بریدن، بعد روش رو نقاشی کردن، شکل‌های خودشون رو کشیدن، بعدم با کاغذ داخلش رو پر کردن. یکی از کارهای دیگه‌شون هم کار بافت ماندالا بود برای افزایش تمرکز بچه‌ها که خیلی هم لذت برده بودن از کاراشون. نمایش خروس زری پیرنپری بهانه خیلی قشنگی بود که این تابستون آموزشگاه به سوی آینده به بچه‌های ما داد. من افتخار دارم که پسرم نزدیک 2 سال هستش در آموزشگاه به سوی آینده فارسی رو خدمت خانم ژندی و معلمان بسیار مهربان دلسوز و با تجربه توی آموزشگاه یاد میگیره. تابستون خیلی قشنگی بود با توجه به مشکلاتی که با کرونا و شرایط موجود داشتیم. بسیار قشنگ از بچه‌ها نگهداری کردم و بهشون آموزش‌های عالی در زمینه ورزش، کارهای هنری، آشنایی با طبیعت و در این حال قصه‌گویی و سخن‌پردازی به زبان زیبای خودمون، زبان فارسی انجام دادم. امیدوارم که بتونیم همه ما در این جای دنیا زبان فارسی رو پاس بداریم. سلام، من اسمم سوفیا است. کلاس یکم دبستان فارسی و کلاس سوم کانادایی. من امروز شعر براتون میخونم. وقت غروب است، خورشید زیباست، مثل عروس است از دور پیداست. یک ابر نازک افتاده رویش، مانند یک تور بر روی مویش. داماد پس کو؟ او توی راه است، من شک ندارم آقای ما است. جشن عروسی در آسمان هاست، صدها ستاره مهمان آنهاست. الان برادر بزرگم براتون نشنه میکنم. من اسمم ارشیا هست، کلاس ششم کانادایی و کلاس چهارم دبستان فارسی. هم امروز میخواهم واسه شما شعر من یار مهربانم رو بخونم. من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. پندت دهم فراوان، من یار پند دانم، من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم. از من مباش غافل، من یار مهربانم. مرسی. سلام، من رایگا جان هستم و منم تو کلاس اول فارسی هستم. من در کالیفرنیا زندگی میکنم و این بود میخوام براتون شعر دریا رو بخونم. امیدوارم دوست داشته باشین. آرام و شادابی، بسیار زیبایی،
پهناور و آبی. به به، تو دریایی. من در خیال خود با قایقی زیبا سوی تو می آیم. سوی تو ای دریا. مرسی، خدافظ. با سلام، من دریا بصیرت، دانش آموز کلاس 5 فارسی در مدرسه به سوی آینده هستم. من امروز یک شعر از گلستان سعدی برای شما میخونم. غرور جوانی. وقتی به غرور جوانی بام بر مادر زدم، دلازرده به کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟ چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پرنگ افکن و پیلتن. گر از عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیرزن. با سپاس فراوان، خدا نگهدار. سلام، من سپهر صادقی هستم، دانش آموز کلاس سوم، و میخوام شعر درختکاری را برای شما بخونم. به دست خود درختی می نشانم، به پایش روی آبی می کشانم. کمی تخم چمن بر روی خاکش، برای یادگاری می فشانم. درختم کم کم آرد برگاباری، بسازد بر سر خود شاخساری. چمن رویت در آنجا سبز و خرم، شود زیر درختم سبززاری. به تابستان که گرما رو نماید، درختم چتر خود را می گشاید. خنک می سازد آنجا راز سایه، دل هر رهگذر را می رباید. به پایش خسته بیحال و بیتاب، میان روز گرمی می رود خواب. شبت بیدار را گوید: ای که اینجا درخت کاشتی، روح تو شاداب. سلام، من سارا کریمی هستم، دانش آموز کلاس ششم. امروز یه شعری از نظامی خواهم براتون. خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آنچه هستی تویی. همه آفریده است بالا و پست، توی آفریننده هرچه هست. جهانی بدین خوبی آراستی، برونزان که یاریگری خواستی. با تشکر. من فریا زنجینی هستم، امسال سال پنجم شروع میکنم و یه متنی براتون حاضر کردم. حاتم طایی را گفتند: از تو بزرگ همتر در جهان دیدهی یا شنیدهی؟ گفت: بلی، روزی 40 شتر قربان کرده بودم عمرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خاکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش: به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سمات او گرد آمدند؟ گفت: هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم. سلام، اسم من آنیکا خطیبیه، کلاس پنجم به سوی آینده هست و یه متن براتون آماده کردم که بخونم. کودکی که آماده تولد بود به فرشتش گفت: میگویید فردا من به زمین میروم، اما من به این کوچکی و بدون هیچ کمکی چگونه میتوانم برای زندگی به آنجا بروم؟ فرشته پاسخ داد: از میان بسیاری از فرشتگان فرشته‌ای برای تو برگزیده شده است و از تو مراقبت خواهد کرد. اما کودک هنوز مطمئن نبود که میخواهد برود یا نه. اینجا من هیچ کاری به جز خندیدن و آواز خواندن ندارم، من اینجا شاد هستم. فرشته لبخند زد و گفت: فرشته تو برایت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد. تو محبت او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود. کودک ادامه داد: من چطوری می توانم بفهمم
مردم چه میگویند وقتی زبان آنها را نمیفهمم. فرشته یه او را نوازش کرد و گفت: فرشته تو زیباترین و شیرین‌ترین واژه‌های را که ممکن است بشنوی و در گوشت زمزمه خواهد کرد و با دقت و صبوری به تو یاد خواهد داد که چگونه صحبت کنی. کودک با نگرانی گفت: وقتی میخواهم با پروردگانم صحبت کنم چه کار کنم؟ فرشته که برای این سوال هم پاسخی داشت گفت: فرشته دستهایت را کنار هم میگذارد و به تو یاد میدهد که چطوری دعا کنی. در آن هنگام صدایی از زمین شنیده میشد. کودک میدانست که باید زودی سفرش را آغاز کند. او به آرامی گفت: اگر باید همین حالا بروم، لطفاً نامش را به من بگویید. فرشته با مهربانی دستی به شانه‌اش کشید و گفت: نام فرشته‌ات اهمیت ندارد، به راحتی می توانی او را مادر صدا کنی. سلام، من لارا هستم. من دانش آموز کلاس سوم در مدرسه به سوی آینده هستم. امروز من برایتان متنی از کتاب گلستان سعدی می خوانم. دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت درویشا که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. با سپاس از شما و از معلم خوبم پریناز. آموزشگاه به سوی آینده برگزار می کند. آموزش الفبا زبان و ادب پارسی از مقطع پیش دبستانی تا اخذ دیپلم زبان فارسی به صورت خصوصی، نیمه گروهی و گروهی به دو شیوه آنلاین و حضوری. اردوهای شاد فرهنگی، هنری، ورزشی در فضای باز متناسب با گروه‌های سنی مختلف در تمامی فصل‌های سال. کارگاه‌های نمایش کودک و نوجوان با هدف آشنایی نسل جدید به ادبیات نمایشی. کارگاه‌های قصه‌خوانی و خلاقیت هنری در گروه‌های سنی مختلف. کارگاه‌های شاد و تفریحی بازی ریاضی ویژه کودکان به دو شیوه آنلاین و حضوری. آموزش نقاشی ساده، مداد رنگی، سه‌بعدی، سیاه قلم، آبرنگ به صورت خصوصی و نیمه گروهی در گروه‌های سنی مختلف. افتخار ما همراهی با پارسی زبانان و پارسی آموزان از دوره پیشدبستانی تا ورود به دانشگاه است. تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 604 916 40 11. آموزشگاه به سوی آینده.